در شورای حقوق بشر که بزرگترین واحد بین المللی حقوق بشر هست، مکانیزم های مختلف پیگیری امور هست. یکی از اون مکانیزم ها مکانیزم پاسخگویی است. مکانیزم پاسخگویی یعنی از کشورها به طور رسمی سوالاتی مطرح میشه محرمانه، اون کشورها پاسخ میدن، در یک کمیته بررسی میشه. جمهوری اسلامی ایران بالاترین رکورد پاسخگویی رو داره، چیزی در حد 5000 صفحه. هر سوالی که از ما کردن ما پاسخ حرفه‌ای، دقیق، فنی و رسمی دادیم. دلیلش این است که ما سیستم قانونی حکومتی ما سیستم پنهانی نیست. ما هر کی رو می‌خوایم مجازات کنیم آشکارا می‌گیریم، اخبارش در همه جا هست. ما زندان گوانتانامو نداریم که افراد رو بریم می‌چون هر کی دستگیر میشه از فردا معلومه، وکیلش معلومه، جریاناتش معلومه، خبررسانی میشه. UPR یعنی کشورها همه باید به طور منظم استنتاق بشن، گزارش بدن. خود ما از مؤسسین این پروسه بودیم. بلذات شما میبینید که پارسال آمریکایی‌ها برای اولین بار استنتاق شدن و جمهوری اسلامی پرچمدار این استنتاق بود. مکانیزم دیگه مکانیزم گزارشگری هست. گزارشگری یعنی که واجب موضوعات گزارشگر میاد به همه کشورها میره، موضوعات ببینه کجا ایران وضعیتش بده، به غرب هم میرن، به جای دیگه هم میرن. ما البته از زمان حضرت آیت الله یزدی که رئیس قوه قضاییه بوده اعلام کردیم که کشور ایران سیاست باز داره. گزارشگران موضوعی یعنی سمتیک رپورتورز اینا هر وقت خواستن میتونن بیان ایران، منتها بگن دنبال چی میگردن. تا حال ما حدود 7 گزارشگر ایران آوردیم، زندانهای ما رو هم دیدم، با زندانی ها صحبت کردم. بعد از مدتی ما احساس کردیم که اینا ایرانیان گزارش نمیخوان تهیه کنن، تبلیغات میخوان بکنن. بشین گفت خب تبلیغات رو شما از همون جای هستید بکنید، زمان نکشید ایران بیایید. ولی ما با پروسه گزارشگری مشکل نداریم. گزارشگر ویژه اصل قضیه چیز مهمی نیست، منتها چند تا سوال ما داریم. سوال اول اینه اصلا چرا برای ایران گزارشگر ویژه؟ چون بنا نبود که حقوق بشر مسئله باشه با دو تا روش، با دو تا استاندار. ما رو مقایسه هم با سایر کشورها، از دوستان دیکتاتور همین آمریکا و غرب که یکی پس از دیگری دارن سقوط میکنن، چرا تا بار گزارشگر ویژه نازه؟ همین الان دوستان آمریکا در منطقه دارن آدم کشی میکنن، چرا گزارشگر ویژه نمیذارن؟ مسئله دوم که خیلی فنی است. خب آقا جناب گزارشگر هر تو میخوای اوضاع ایران بررسی کنی، بفرمایید بررسی کن. ما اصلا افتخار میکنیم به اوضاع ایران. او آمده 500 تا مثلا اتهام داره، بخواد اینا رو بررسی کنه. مگر اینجا همینجور بیستها بشون 500 تا اتهام رو که نمیتونی بررسی کنی، باید تک تک مشخص. چرا اتهام اصلا؟ شما موقع اوضاع ایران بررسی کنید چرا از اتهام شروع میکنید؟ مگر سرفصل نداری؟ مثلا آزادی فعالیت های سیاسی بسیار خوب، یه سرفصل دیگه. شما بیا قوانین ما رو بررسی کنید، سیستم حقوقی ما رو بررسی کنید، عملکرد ما رو بررسی کنید. اصلا شما میگید دو سه نفر از این آزادی محروم شدن، اب نداره، کیسش هم بررسی میکنید. ما که پنهانکاری نداریم. به نظر من شبکه تروریسم، شبکه های بسیار زشت و کریه وابسته به آمریکا و اروپا و موساد رو تغذیه میکنه. امروز جنگ غرب در امر حقوق بشر با شریعت اسلامی است. مسئله قصاص، در قصاص حیات هست برای انسانیت. قصاص بسیار مسئله مهم و جدی است. خب بخش عظیمی راجب این است که شما چرا قصاص میگیرید؟ قصاص حق مردمه، نه حق حکومت. ما قصاص رو اصلا باعث زندگی میدونیم. تعداد اعدام ها، خب تعداد اعدام هایی که ما داریم راجب چی هست؟ بالغ بر 70% مربوط به مواد مخدر. ما داریم یک تنه برای وضعیت عدم گسترش مواد مخدر که خدمت بزرگی به غرب هست. من گاهی گفتم دوستان من ناراحت شدن، گفتم ما باید اونایی که در ایران پخش میکنن رو اعدام کنیم، اونایی که میخوان ببرن غرب هزینه شو باید غرب بده. اگه از اعدام ناراحته خودشون تحویل بگیرن، هر کار میخوان بکنن بکنن. من فکر کنم
حالم خواهند کرد با مواد مخدری که اینا اونجا. پس یک جنبش مربوط به قوانینی کاملا به مر اسلام وابستگی پیدا. من اینجا باز اشاره کنم، همین آقایی که گزارش کرد ویژه هست، در گزارش خودش نوشته که شما در امر حجاب زنها و زندگی مردم دخالت دارید و لذا در خمینی شهر تجاوز شده به افراد، به زنان و خانواده. اینو تحت عنوان عدم تحمل حجاب آورده. خب اون جنایت چقدر بود که اصلا باعث سرافرازی نظام قضایی ماست. 4 نفر ما اعدام کردیم، مگر گروپ ریپ هایی که در غرب اتفاق میفته چند تاش اینا دنبال میکنن؟ یعنی میخوام بگم اینقدر فاجعه آمیز. بدون شک بزرگترین دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه امروز پایگاهش ایرانه. تنها شد که آژانس یک بار برای همیشه هر چی سوال داره بریزه رو میز و ما پاسخشو بدیم. اگر قانع شدن پس من بگم، اگر قانع نشدن ادامه بدیم. 6 سرفصل مشخص کرد. این 6 سرفصل، حالا فرصت نیست که من دونه دونه چی بود. ایران با حوصله با آژانس صحبت میکنه، بازدید بعد از بازدید، مدارک، صحبت فنی، ارائه دیتا، همه چیز. دونه دونه آژانس نامه رسمی به ما نوشته که این مسئله حل شد، این مسئله حل شد، این مسئله حل شد. خب ایران گفت خب حالا چی؟ گفتن حالا یه اتهامی هم علیه شما هست. این در حد اتهام اصلا موضوع نیست، یعنی اوتستندینگ ایشیو نیست، اتهام این است که شما متهمید، یک مطالعات میکردید، الیجد استادیز به اصطلاح، برای اینکه بمب اتمی درست کن. گفتن حالا ما فقط گفتن از شما میخوام بگیم شما فقط کلیش بگید قبول دارید. گفتن حالا اتهامش چی هست؟ گفتن سند نداره. گفتن پس چی دارید؟ گفتن یه سیدی دارید از تو لپتاپ در آورد، یه چیز من در هوایی. گفتن حالا بحث از ما سوال کن. خلاصه کلی آژانس طول کشید که بتونه از تو سیدی سند در بیاره، اصلا سندی نبود. چند صفحه انتخاب کردن به ایران دادن، ایران میتونست بگه نه اینا حرف مفت. در این حال ایران بالغ بر 100 صفحه جواب اینا رو داد. و این اسناد هم خیلی مضحکه. مثلا براتون نمونه بگم، یک مبحثی هست به اسم چیز به اسم EBW که این در واقع Exploding Bridgewater Detonator بهش میگه، در روند ساختن فیوزهایی است که به نوع دقیق تر میتونن یک عملیات رو تریک کنه. حالا میتونه انفجاری باشه، میتونه انفجاری نباشه. یه فاز کاملا آکادمیک است که یک کسی میخواد در یک از دانشگاه غرب این رو سخنرانی کنه، رو لپتاپی گذاشته بود. حالا لپتاپ کجا رفته؟ چیز محرمانه درش نیست. این رو گذاشتن، گفتن ایران داشته رو فیوزهای انفجاری بمب اتم کار میکرده. از این قبیل چیز هاست. یعنی تمام این مباحث کلاسیک اصلا ربطی به مطالعه نداره، ربطی به ایران هم نداره. یعنی اگه از من بپرسید، همین الان ما میتونیم ده ها چیز شبیه این رو بایدشون درست کنیم. اگه واقعا آژانس دنبال این چیزهای مونده هست، این در 1965 خود آمریکا اعلام کرد قسمت مالیاتی، قسمت امور مالیش، 200 تن اورانیوم غنی شده عالی، یعنی های انریچ یورانیوم، 200 تن 200 کیلو ببخشید، 200 کیلو گم شد. از 1965 تا حالا هیچ کسی دنبال خواهد 200 کیلو که 1-2 کیلو نیست، یعنی 80 کیلوش برای ساختن بمب کافیه. خب اینجوری، یعنی اگه بناس دنبال چیزای گم شده بگردن خیلی. به هر صورت ایران پاسخ اینا رو داد و مسئله تمام شد. خب ایران بیشون که حالا چی؟ در اصل من میخوام بگم آژانس مجبور بود وضعیت انرژی هسته ایران رو عادی اعلام کنه و دستپاچه بودن، چون اصلا فشار دنیا بود و هرچی از ما سوال کردید بود اونجا. این طرحی که درست کردن بسیار طرح رسوایی است، مسئله ای که 4 سال سابقه داره. خود آژانس اینا رو در حد موضوعی که قابل بررسی بوده نه. مثلا تو رپورتش نوشته همین حضرت والا که بله، اخباری که به بعضی کشورهای عضو رسیده
خب این چه جور رپورتینگه؟ اخبار که کشوره عوض رسیده مثلا، پس اخبار هم که ما رسیده خیلی چیزای عجیب غیر عجیب شما هست. یعنی میخوام بگم در حدیست که این مقدار عکس عملی که دیدید کمه، اصلا در این آژانس باید تخته بشه با این وضعیتی که اینا دارن، آبروی آژانس رو بردن.